سلام. روز 29 فروردین سال 90 رسانه‌های رژیم از استعفای آخوند مصلحی وزیر اطلاعات خبر دادند. برخی گفتن احمدی نژاد اون رو عزل کرده و بعضی دیگه هم خبر از مخالفت ولی فقیه ارتجا با برکناری اون دادن و نوشتن که خامنه‌ای حکم بر ابقای آخوند مصلحی داده. بعد هم گفتن که احمدی نژاد این وزیر تحمیلی رو تحویل نگرفته. ادامه این دعوا خودش موضوع بحث دیگه ایه. در این برنامه به سوابق این موضوع میپردازیم. وزارت بدنام اطلاعات از همان آغاز تأسیس نه تنها ابزاری برای جاسوسی و سرکوب مخالفان و صدور تروریسم و بنیادگرایی به سایر کشورها بود، بلکه برای باندهای مختلف رژیم هم به مثابه یک اهرم سیاسی قدرتمند و وسیله تضمین چپاول اقتصادی و به دست آوردن انحصار در عرصه‌های گوناگون تجاری و مالی به حساب می‌آید. به همین علت در وزارت بدنام آدمکشان هم باندهای مختلفی شکل گرفته. باند آدمکشان و نیروهای حزب اللهی وابسته به خامنه‌ای که از شکنجهگران حرفه‌ای وزارت اطلاعات هستند. این باند چند ماه قبل از عزل مصلحی از باندبازی‌های درون وزارت بدنام به خامنه‌ای شکایت کرده و دنبال راه حل بودند. باند حامی محمد رضا رحیمی، معاون اول پاسدار احمدی نژاد، که در فساد اقتصادی و غارت و چپاول‌های باند رحیمی نیز مشارکت مستقیم دارند. این طیف به شدت مانع باز شدن و به جریان افتادن پرونده‌های دزدی و محاکمه رحیمی می‌باشند و در اقدام متقابل اطلاعات مربوط به دزدی‌های باند رقیب رو افشا می‌کنند. سومین باند در وزارت بدنام دار و دسته مافیایی اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر احمدی نژاد است که اکثر پست‌های حساس و کلیدی وزارت اطلاعات را به چنگ آورده‌اند و ضمن دزدی و غارت با استفاده از امکانات وزارت اطلاعات بر علیه باندهای مخالف خود استفاده می‌کنند. چهارمین باند هم شکنجهگران و نفرات قدیمی باقی مانده از دوران سعید حجاریان هستند که پس از قیام مردم در سال 88 بسیاری از آنها ریزش کرده و به خارج فرار کردند. چرا این ارگان که نقش تعیین کننده‌ای در سرکوب برای حفظ نظام آخوندی داره اینطور از دست ولی فقیه خارج گردیده و پاره پاره شده؟ بعد از مرگ خمینی و روی کار آمدن خامنه‌ای، وزارت بدنام اطلاعات که در سال 1362 تأسیس شده بود، چون ساخته و پرداخته دولت‌های جناح رقیب بود، برای خامنه‌ای مورد قبول نبود و در صدد ایجاد ارگانی جایگزین یا موازی با آن بود. خامنه‌ای در قدم اول می‌خواست از معاونت حفاظت اطلاعات سپاه یک سازمان حفاظت اطلاعات بسازه که رئیس اون رو خودش انتخاب کنه، ولی جناح مغلوب در مجلس ششم و هفتم علیه خامنه‌ای و نقش کشیش زبون باز کرد. خامنه‌ای در همان زمان به کروبی رئیس وقت مجلس گفت که اگر رهبری مرا در مجلس زیر سوال ببرند، من هم سپاه را وارد دولت می کنم. پاسدار رحیم صفوی، فرمانده وقت سپاه، نیز تأکید کرد که اگر مشکلات امنیتی در داخل کشور از مرحله‌ای بگذرد، سپاه با بررسی‌هایی که در شورای عالی امنیت ملی انجام شده است با موافقت خامنه‌ای وارد میدان خواهد شد. البته ولی فقیه ارتجا بعداً بدون گذراندن مراحل قانونی خط خودش رو پیش برد و سپاه رو رفته رفته به صورت ارگانی بالای وزارت اطلاعات قرار داد.
این کار تا جایی ادامه یافت که سپاه پاسداران در هر زمینه‌ای هر کاری رو که می‌خواست انجام می‌داد و وزارت اطلاعات و دیگر ارگان‌های رژیم رو به بازی نمی‌گرفت و سرانجام در کوران قیام مردم ایران و در وحشت از عواقب شقه درونی رژیم ولی فقیه برگ آخر خودش رو برای قبضه کردن تمام عیار مهار امنیتی نظام بازی کرد. در تاریخ 26 مهر 1388 رسانه‌های حکومتی اطلاع دادند که خامنه‌ای با تشکیل سازمان اطلاعات سپاه پاسداران موافقت کرد. ضربه بعدی به وزارت اطلاعات رو هم شورای امنیت ملی رژیم وارد کرد. در مهر 89 شورای امنیت ملی رژیم اکثر وظایف امنیت داخلی را از وزارت اطلاعات گرفته و به سپاه پاسداران واگذار کرد. نقش وزارت اطلاعات در مسائل امنیت رژیم در سایه سپاه قرار گرفت. سرکوب تظاهرات، کنترل احزاب، فشار بر فعالان سیاسی، سرکوب اعتصاب‌های کارگری و دانشجویی، مقابله با جنبش‌های قومی، جنسیتی، مذهبی و صنفی، کنترل زندان‌ها، بازجویی و گرفتن اطلاعات از متهمان به شکل متمرکز به سپاه واگذار گردید. اما این کار هم نه درد شقه درونی رو دوا کرد، نه مسئله‌ای از امنیت نظام حل کرد و نه موجب کاهش جنگ گورکا شد. مهره ها و افراد وزارت اطلاعات معترض بودند و می گفتند که اگر سپاه کار اطلاعات را می کند، پس وزارت اطلاعات چه کار است و در چنین روندی وزارت اطلاعات بی هویت خواهد شد. قبلا اقدامات، دستگیری ها، قتل و کشتارهای اطلاعات حساب و کتاب داشت. الان سپاه این حساب و کتاب ها را به هم زده است. بخش اصلی دعوا هم بر سر کنترل انحصار قاچاق و چپاول‌های نجومی بود که از دست وزارت اطلاعات خارج شده بود. به این ترتیب ولی فقیه ارتجا خاطرش از وزارت بدنام جمع شد و به اطلاعات سپاه تکیه کرد. احمدی نژاد و باندش خواستند وزارت اطلاعات را به سرعت از عناصر قدیمی وابسته به سایر باندهای نظام پاکسازی کنند و نفرات خود را جایگزین سازند تا با این اهرم بتوانند در جنگ بعدی گورکا در انتخابات مجلس ارتجا و ریاست جمهوری خطشان را پیش ببرند. و همین موضوع آتش جنگ اخیر بین احمدی نژاد و خامنه‌ای رو دامن می‌زد و مصلحی، آخوند پاسداری که گماشته خود احمدی نژاد بود، در جنگ جنایی با مشایی به حلقه گورکای باند ولی فقیه پیوست. در زمستان 89 مصلحی معاون ضد جاسوسی وزارت اطلاعات به نام شهشهانی را عزل کرد، چون با باند رحیم مشایی ارتباطات گسترده‌ای داشت. احمدی نژاد با این عزل مخالفت کرد و شهشهانی را دوباره برگرداند. شهشهانی قبلا مدیر کل اطلاعات استان کرمانشاه بود و بعد از اینکه احمدی نژاد دوباره اون رو برگردوند، باندی رو تشکیل داد و رو در روی مصلحی ایستاد و خط احمدی نژاد و مشایی رو در وزارت بدنام پیش می برد. در نیمه دوم سال 89 مشایی در یک طرح جاسوسی لیست 200 نفر از مهره‌های نظام را که با احمدی نژاد مخالفند به قسمت معاونت فنی وزارت اطلاعات داد تا روی ارتباطات آنها شنود بگذارند. معاونت فنی هم که از همین بانده است بدون اطلاع به مصلحی این طرح را به جریان گذاشت. در طرف مقابل این باند، مخالفین باند احمدی نژاد و مشایی پرونده های نفرات این باند رو افشا می کردن.
از جمله مهدیانی که از معاونین وزارت اطلاعات در ماه محرم سال 89 طی سخنانی برای نفرات وزارت اطلاعات احمدی نژاد و رئیم مشایی رو وابسته به جریان حجتی دانسته و گفته بود رئیم مشایی تصمیم داره وزارت اطلاعات رو برای انتخابات آتی یک پارچه مطیع خودش بکنه. همین دعوا مقدمه کنار گذاشتن مصلحی از وزارت اطلاعات شد. احمدی نژاد در مرداد 88 در یک نطق تلویزیونی گفت اگر وزارت اطلاعات مأموریتش را درست انجام می‌داد این آسیب‌ها را در سطح خیابان نداشتیم. 4 ماه قبل از عزل رسمی مفتی در فروردین 90 احمدی نژاد تدارک برکناری اون رو دیده بود و قصد داشت مسئول دیگه‌ای به نام سلیمی رو که رئیس سازمان اطلاعات قم بود به جای اون بیاره. حتی دفتر احمدی نژاد خبر عزل مصلحی رو آماده کرده بود که خامنه ای با فرستادن رئیس دفتر خود نزد احمدی نژاد مانع شده بود. تلاش احمدی نژاد برای برکناری مصلحی چند بار دیگه تکرار شد که هر بار با دخالت خامنه ای متوقف شد. تلاش و تقلاهای پشت پرده خامنه ای برای بستن شکاف درون وزارت اطلاعات با احمدی نژاد به نتیجه نرسید تا اینکه خامنه ای در تاریخ 12 اسفند 89 در بازدیدی 6 ساعته از وزارت اطلاعات در جمع کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان وزارت اطلاعات علناً به آنها هشدار داد در خط ولی فقیه باشند و انسجام خود را حفظ کنند. در 27 فروردین سال 90 مصلحی قصد داشت تعدادی از معاونین خودش که وابسته به باند مشایی بودند رو از جمله عبداللهیان معاون هماهنگ کننده وزارت اطلاعات عزل کنه، اما احمدی نژاد و مشایی وارد ماجرا شده و جلوی اون رو گرفتند و بالاخره احمدی نژاد سناریو عزل مصلحی رو علنی کرد. شقه‌ای درونی وزارت اطلاعات بلافاصله تا رأس نظام فرتوت کشیده شد. همونطور که میدونیم احمدی نژاد برای امتیاز گرفتن و باجگیری قهر کرد و به مدت 18 روز خانه نشین شد و ولی فقیه هم متقابلن دندان عزل و استیضاح به اون نشون داد و پس از اون از طریق بعضی پاسداران وابسته به خودش اون رو لجن مال کرد و با خفت و خاری مجبور به بازگشت کرد. اما جدال در حلقه گورکای وابسته سپاه و ولی فقیه و احمدی نژاد و باندش کماکان ادامه داره و هر یک منتظر فکر زدن رقیبش است. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.